عامل سرطان است. یعنی چای باعث سرطان میشه. اگر یه مقدار چای رو تو حوض بریزید همه ماهی ها میمیرن. جهت اطلاعتون، برای معدوم کردن چای فقط باید آتیشش بزنن، هیچ کاریش نمیتونن بکنن. تو دریا هم نمیشه بریزید. یه گیاه شدیدن سمی است. اما یه عده میگن خب خدا آفریده، یه شاگردای ساده خدا آفریده گیاه. آقای دکتر میگیم خب شما درست میگی، من بهتون گیاهی میدم مثلا قارچ، یه نوع قارچ بهتون میدم، خدا آفریده دیگه، شما اینو بخور. همین خوردی و مردی، یه نیم ساعت طول نمیکشه میبینی. دلیل نمیشه هرچی خدا آفریده برای خوردنه. اصلا تنه یه درخت هم خدا آفریده، چرا نمیخوریش؟ اینو نوع مصرفش فرق میکنه. حالا ما تحقیق کردیم ببینیم پس چای میشه دردی میخوره. دوستان بدونن دردی، ما متوجه شدیم که عجب گیاهیه این. هیچ گیاهی مثل چای هوا رو از آلودگی پاک نمیکنه. خب اینو بیان بکارن تو خیابونا به جای این شمشادهای آمریکایی که یه دنیا آب میخواد هیچ خاصیتی هم نداره، بکارن هوای آلوده رو پاک میکنه، گاز کربونیک رو میگیره به خودش، اکسیژن پس میده. به این خاطر شما شمال که میره اونجایی که چایی میکارن عالی ترین هوا رو اونجایی دارن که چایی میکارن. درخت، بنده همیشه پای تلویزیون پای میکروفون میگم، همه جا دارم سخنرانی میکنم میگم، هر جا مسئولین رده یک نظامم باشن جلوشون گفتن ای مردم شب عید که میشه درخت ها میخوان رشد کنن، یعنی شکوفه کنن، برید ببینید اینایی که تازه کاشتن، کاجه، کاج، کاجایی که تازه شهرداری کاشته، هر جا کاشته، برید ببینید تازه کاشتن ها، کهنه هاش که سفت و سنگ، تازه از جوانه، برید دستتون رو بگیرید بهش، همین قدم که میزنی یه ذره بکشید بالا، یه کم بکشید بالا، ولش کن، این خوش میشه، از شرش راحت میشه. این کاجا رو آمریکا تو این مملکت آورده، اینا رو بهش میگن کاج آمریکایی. تو چیتکر زیاده، زمان شاه آوردن همین چیتکر، پارک چیتکر. برید تا حالا کی زیر درخت کاج تا حالا جای رفته نشسته؟ یه نفر بگید. نداریم، نه سایه داره نه برگ داره که حیوانی بخواد بخوره، عرض شود که نه سایه داره نه میوه داره. و ضمناً هر جا درخت کاج رو بکاری دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که کاج آب رو از سطح زمین میکشه به عمق، یعنی هر وقت بری کنار درخت کاج میبینی خشکه. علف هم هر علف هرز هم کنارش سبز نمیشه، چون علف آب سطحی میخواد دیگه، خشک. یکی این که درخت کاج رو، این کاج رو، کاج آمریکایی رو هر جا بکاری تا 10 سال اونجا کاشتی، بعد از 10 سال دیگه اون خاک تولید آهک میکنه و فاسد میشه و ابد و ده دیگه برای کشاورزی به درد نمیخوره. اینا لعنتی ها آمدن کشور ما رو توسط عمالشون، نفوذشون در داخل کشور ما از زمان طاغوت یاد دادن که کاج بکاری. من نمیدونم این چه مرضیه که چرا توت نمیکاری؟ هر کسی تو خونش یه درخت انجیر بود در زمان قدیم. حالا علم میگه که اگر کسی تو خونش انجیر داشته باشه، انجیر اون درخت رو بخوره تا 1 سال دردای استخوانی نداره. اگر توت محلت رو بخوری، محل خودت نه توی خونت، توی محل خودت رو بخوری تا 1 سال تعداد زیادی از بیماری ها سراغت نمیاد. از محسنات توت و عسل براتون بگم، یکیشو فقط بگم، تمام کسانی که دیابت دارن، قندی هستن، که هیچی نمیتونن این بندگان رو خدا درست حسابی بخورن، بگو روزانه 10 کیلو عسل بخورن، 20 کیلو توت، هیچیشون نمیشه. اما همین توت رو که همه میتونن بخورن، به خصوص قندی ها، یه دونشم که مثلا میشنوی فلانجا، مثلا من شنیدم تو قلهک اون طرف و بچه مدرسه، یه وقتی میرفتن مدرسه میخوردن، اونم رفتن یواشکی بریدن. از همه بدتر، هر جا که الان درخت چنار هست، البته به احتمال بسیار زیاد شهردار عزیزمون
خیلی کارا خواهد کرد و یه کاری هم در همین موضوع هم الان دارن انجام میدن. درختایی که میبینید تو شهر دارن میکارن دیگه کاج نیست مثل 3-4 سال پیش، الحمدلله گونه‌هاش داره عوض میشه. هر جا که درخت چنار کاشته شده، چون چنار بیشترین خنکی رو میده، یادتون باشه برگش هم داروه، زمستون هم درخت چنار کمترین حرارت رو به خودش میگیره. ببینید چقدر درخت خوبیه. اون وقت هر درخت چنار شما تو تهران میبینید، چه تو کوچه پس کوچه ها نزدیک خونتون، چه تو خیابون ولیعصر، همه اینها رو تناب دار انداختن بیخشون، اینجا رو سیمان کردن پایینشو، چون روشون نمیشده برن ببرن، میبریدن مردم صداشون در میومد دیگه، دورش سیمان کردن. هر سال یه تعداد از اینا خوش میشن میبرن، خوش میشن میبرن. تو کوچه هاتون هم برید میبینید همین حالت هست، اکثرا ناخواسته بستن، ولی هر دو درخت کاجه دورش بازه. اینا اتفاقی نیست. ما یه خورده پراکنده صحبت کردیم تو این وقت که هم نتونستیم کلاسه کنیم، چون کلاسه کنیم وقت باید میشه سلسله سخنرانی ها و باید در 20 صفحه بیان وقت شما را میگیرن. در کل خواستیم یه مقدار ایده داده باشیم، یه مقدار شما رو روشن بکنیم در این مورد.